سلام بر همگی شما دوستان، جلسه سوم رو آغاز می کنیم از بحث جدایی دین و دولت و موضوع آزادی مذهب و پلورالیسم. اگر به خاطر داشته باشید، موضوع جلسه قبل یعنی جلسه دوم اصطلاح شناسی بود و برخی نکات نظری، و در جلسه دوم ما بحثمون رو پیش بردیم حول این مفهوم ها و اصطلاح ها، بحث کردیم در مورد دین، در مورد دولت، در مورد جدای دین و دولت به طور کلی، در مورد مدرنیته حرف زدیم، در مورد سنت اشاره کردیم به موضوع رفرماسیون یعنی اصلاح دین، بعد مکس کردیم روی اصطلاح های سکولار، سکولاریزم، سکولاریزاسیون، لایک و لایسیته. گفتیم که یک مشخصه عصر جدید سکولار شدن هست و گفتیم که میتونیم برای مفهوم صفت سکولار سه تا معنی بر بشماریم. برای اینکه به یاد داشته باشید، این سه تا معنی رو برای صفت سکولار در روی تخته آوردم. سکولار یه عصری رو توصیف میکنه که در اون منطق درونمان جهان غلبه پیدا میکنه. مثالی که زدیم خیلی مثال گویاست، فکر میکنم موضوع رعد و برق که پیش از عصر جدید چه توضیحی وجود داشت برای پدیده عصر جدید، برای این پدیده رعد و برق، به خدایان نسبتش میدادن، به فرشته ها، به عوامل بسیار مرموز، ولی بعداً این از ماوراء طبیعت این پدیده رو آوردیم توی طبیعت و براش یک توضیح طبیعی داریم. در تمام جریان پیشرفت عصر جدید بسیاری از پدیده هایی که ماوراء طبیعی پنداشته می شدند آمدند در درون طبیعت، در درون دنیا، و یا به عنوان مسئله گفتن، فهمیدیم که اصلا اینا مسئله نیست، یا اینکه به عنوان مسئله یا پدیده واقعی اگر تشخیص دادیم اونها رو، براشون یک توضیح طبیعی و این جهانی پیدا کرد. دوم گفتیم که سکولار یک عصری رو توصیف میکنه که در اون ایمان دینی به شکل سنتی خودش سستی میگیره. بعد مرجع دیگه برای ایمان، برای اعتقاد یک دم و دستگاه دینی نیست و انسان ها دینشون، رفتار دینیشون، اعتقاد دینیشون تبدیل میشه به یک گزینه در میان گزینه های دیگه. پیش از عصر جدید امکان گزینش وجود نداره. یا شما در داخل یک قوم و قبیله و امت قرار میگیرید یا قرار نمیگیرید، میپیوندید دوباره به یک چیز دیگه و این همه گوشه و کنار و حاشیه و امکانی که ما در عصر جدید، در دنیای جدید داریم پیشتر وجود نداشت. و گفتیم که مفهوم سومی داره سکولار و اون دولتی رو توصیف میکنه که در اون بر زمینه این تفکیک نهادها و نقشها در عصر جدید از نهاد دین منفک شده. باز هم ما این سه تا تعریف رو برخواهیم گشت و از موضوعاتی هست که ما مدام هی در این جلسه باید تکرارش کنیم. ما در این جلسه بحثی رو که شروع کرده بودیم در مورد جهانبینی عصر سکولار ادامه میدیم و تا
توجه پی میگیریم که در این جهان چه اتفاقی افتاده که بهش سکولار میگیم. یعنی در جلسه قبل اشاره کردیم به تحول علم، به شهرنشینی، گسترش سواد و دانش، به تغییرات ساختاری در جامعه اشاره کردیم و حالا باز ادامه میدیم بحث رو و بعد در ادامه نگاه میکنیم به یک اثری که نخستین بار لغت سکولاریزم درش به کار برده شده و نگاه میکنیم به اون تصور اولیه چی بوده و الان چه تصحیحی میتونیم درش وارد کنیم یا اینکه چه برداشتی از اون میتونیم داشته باشیم. بر این قرار برنامه کاری ما برای این جلسه این هست. به عصر جدید نگاه میکنیم به عنوان عصر سکولار، بعد میخواییم مشخص های این عصر رو بشناسیم، مکس میکنیم روی جهانبینی سکولار، نگاهی میکنیم به کتاب اصول سکولاریزم مثلا جورج هولیوک، بعد تفاوت جهانبینی دینی و سکولار رو با هم میسنجیم، بعد نگاه میکنیم ببینیم از این زاویه چه انتقادهایی به سکولاریزم وجود داره و امیدوارم فرصت کنیم در مورد تفاهم، در مورد دموکراسی و پلورالیزم هم صحبتی داشته باشیم. خب پس شروع میکنیم به این موضوع که عصر جدید چی هست. عصر جدید اون یک فضاست، یک جهانه که ما رو در بر گرفته و ما برای اینکه این رو بشناسیم خوبه این آزمایش رو بکنیم که آیا میتونیم این افق فکری این رو ترک بکنیم یا نه. یعنی بیایم ببینیم که ما چه چیزهایی رو باید کنار بگذاریم تا این حس تعلق به عصر جدید از دست بره و ما بتونیم یک جهان دیگه رو حس بکنیم. یعنی به عبارت دیگه ما این رو به عنوان یک اتاق فکر، یک فضای تشکیل شده از فکر در نظر بگیریم و بریم خودمون رو به منتهی الیه اون برسونیم. ببین چی هست شاخص این عصر که باید بهش توجه کنیم و این رو پشت سر بگذاریم برای اینکه تصور کنیم که حالا ما میتونیم یک مقداری همراهی فکری عاطفی بیشتری با یک دنیای دیگه، یک عصر دیگه داشته باشیم. به نظر من اون واژه‌ای که این مرز این جهان ما رو مشخص میکنه، البته از زاویه بحث ما، یعنی بحث سکولاریسم، بحث جهان بینی سکولار، واژه ساده چراست. علامت معرف عصر جدید علامت سواله و واژه معرف عصر جدید واژه بسیار ساده چراست. اینقدر که چرا پرسیده میشه ما در هیچ عصر دیگه ای نداریم. در دورانهای دیگه ما چرا داشتیم، دانش داشتیم، شناخت داشتیم، کنجکاوی داشتیم، ولی این حد از تراکم چرا در تاریخ بی سابقه است و چراهایی که پشت سر هم دیگه قرار می گیرن و مرزها رو در می نوردند و دیوارها و سدها رو می شکنن، با این کیفیت ما در هیچ عصری نداریم. در
دورانهای گذشته وقتی میگفتند که در کتاب مقدس، در قرآن، در متن مقدس، در حدیث، در آیه چنین آمده، همه ساکت میشدند. یا در کلاس فلسفه اگر میگفتند که ارسطو این چنین گفته، همه ساکت میشدند. یا وقتی میگفتن قال شیخنا، شیخ ما چنین گفت، همه ساکت میشدن. وقتی که در کلاس دین میگفتن قال صادق یا قال الباقر، یعنی امام جعفر صادق گفت یا محمد باقر چنین گفت، سکوت برقرار میشد. این به عنوان نهایت پذیرفته میشد. ولی عصر جدید عصری نیست که به قال ارسطاطالیس یا قال شیخنا یا قال الباقر، قال جعفر، قال صادق، به این چیزها قانع بشه. چرا 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 میزنه و در هم میشکنه همه اتوریته ها رو. یعنی این گستاخی ما، این پرسشگری ذاتی این عصر جدیده و اینو با زندان، با سانسور، با سرکوب نمیشه کارش کرد. یعنی این چرا مثل یک موریانه، مثل یک انبوهی از موریانه ستبرترین دیوارها رو میخوره و فرو میریزه. این چراهای انبوه عصر جدید. چرا رفتن هست به ورای پدیده ها، اون چی که ما در ورای پدیده ها جستجو میکنیم با پرسیدن چرا، دیگه جن و پری نیست، بلکه عواملی هستند که اینها باید در پیشگاه عقل توضیح بدند که چرا این و نه آن. این چرا مرجعها رو عوض کرده، یعنی مرجعهای پرسش رو عوض کرده. در قدیم هر چرایی رو داشتیم در نهایت می رفتیم پهلوی شیخونا، می رفتیم حضرت آقا جواب این سوال چی میشه و جواب رو می داد و ما قانع می شدیم یا می فهمیدیم بنابر عادت اون روزگار که دیگه نباید بپرسیم، تمام بود. الان به کی رجوع میکنیم؟ مثلا اگر بخوایم بدونیم که زمین چیه، خورشید چیه و این دوتا چه نسبتی با هم دارن، رجوع میکنیم به درس خوندگان زمین شناسی، نجوم و دیگه به علما و کشیشان رجوع نمیکنیم. اگر بخوایم بفهمیم سن زمین چقدره، رجوع میکنیم به زمین شناس و به کتاب مقدس رجوع نمی کنیم. این که تکامل وجود داره، انسان از کجا آمده، اینها برای ما جواب های قانع کننده هستن، جذاب هستن، فکر می کنیم قابل اتکا باشن، نه اون چیزی که مثلا در عهد عتیق اومده و در کتاب های دیگه این دین های مشهور به ابراهیمی تکرار شده. پیش از عصر جدید دین مرجع هر موضوعی بود، مرجع هر پرسشی بود. برای هر موضوعی در نهایت به دین رجوع میکردن. در مورد پزشکی، در مورد زلزله، در مورد اخلاق، در مورد سیاست، در نهایت دین میامد این رو جواب میداد. یک نمونه آتن که در اونجا فیلسوفان بودن و تا حدی روم که
مرجع پرسش بودن یک نمونه کاملا استثنایی هست در طول تاریخ. به هر حال در پیش از عصر جدید وقتی می گفتن در کتاب مقدس چنین آمده، دیگه این مهمترین حجتی بود که داده می شود. این یکی از شاخص ها و تفاوت های اساسی عصر کهن هست با عصر جدید. در قرن 18 یک جنبشی بروز میکنه بر اساس زمینه های قبلی که بهش اشاره خواهیم کرد، که این جنبش رو بهش میگن روشنگری، enlightenment، aufklärung، اصلش از آلمانی میاد. این جنبش روشنگری یکی از چهره های مهمش فیلسوفی است به اسم ایمانوئل کانت، و ایمانوئل کانت یک جزوه مشهوری داره به اسم روشنگری چیست، که به فارسی ترجمه شده، دو سه نوع ترجمه صورت گرفته، در اینترنت میتونید پیداش کنید. من توی لیست کتاب ها این رو دادم. این کتاب خیلی مهمه خوندنش، جزوه خیلی کوچیکی هم است، ولی احتیاج به داره که خیلی با دقت خونده بشه. عکس ایمانوئل کانت رو روی تخته میبینید و جمله که این جزوه، این نوشته مشهور باش شروع میشه، میگه روشنگری خروج انسان از سقارتی است که خود بر خویش تحمیل کرده است. لطفا توجه کنید به لغت سقارت. از صغیر میاد، یعنی خردی، کوچکی، کودک بودن، صغیر بودن. میدونید انسان صغیر احتیاج به وکیل داره، یعنی یکی باید سرپرستیش بکنه، نمایندگی حقوقیش بکنه، راه و چاه رو بهش نشون بده، بر ثروتش کنترل داشته باشه. به اصطلاح احتیاج به یک ولی داره، یعنی به سقارت تعلق میگیرد. چه تعلق میگیرد؟ ولایت. یعنی انسان صغیر احتیاج به ولی داره. وقتی کانت میگه که روشنگری خروج انسان از سقارتی است که خود بر خویش تحمیل کرده است، یعنی روشنگری خروج از وضعیتی، پایان دادن به وضعیتی که ما در اون به خودمون تحمیل کرده ایم، حالتی را که در آن نیاز داریم به یک ولی، به سرپرست. بنابراین روشنگری خروج از ولایت، پایان دادن به اقتدار ولایت، اقتداری که خودمون ایجادش کردیم به خاطر، از نظر کانت به خاطر ضعفی که داشت. این ضعف چیه؟ سقارت، یعنی رفتن زیر چتر ولایت، ناتوانی در بکار بردن فهم خود بدون راهنمایی دیگری است. یعنی وقتی که ما خودمون نتونیم عقلمون رو به کار بیاندازیم، میریم در زیر چتر ولایت. این سقارت خود تحمیلی است، یعنی این وضعیت رو خودمون ایجاد کردیم. اگر علت آن نه در سفیه بودن، بلکه در فقدان عزم و شهامت در بکارگیری فهم خود بدون راهنمایی دیگری باشد. یا آدم دیوانه است، عقلش کمه، به دلایل مختلف که مثلا بگیم این مجنون، این سفیه، فرض کنیم که ما این
لغت رو نه به صورت توهین بلکه در معنای دقیق کلمه به کار ببریم. یعنی روانشناس تشخیص بده که به هر حال این فرد آی کیو اندکی داره و این احتیاج داره برای این دنیای پیچیده به یک راهنما، یک سرپرست، همیشه باید یکی مواظبش باشه. کانت میگه اینو بذاریمش کنار، این حالت رو، یعنی مشکل ما انسان ها که الان مثلا یک ولی فقیه داریم بر نمیگرده به سفاهتمون، بلکه از نظر کانت بر میگرده به چه؟ بر میگرده به فقدان عزم و شهامت در بکارگیری فهم خود بدون راهنمایی دیگری. بلافاصله کانت می‌نویسه شعار روشنگری این است: sapere aude، به لاتین منظورش این است که در بکارگیری فهم خود شهامت داشته باش. بنابراین روشنگری از دیدگاه یکی از چهره های بزرگ عصر روشنگری این است که ما عقل مستقل داشته باشیم، خودمون فکر کنیم. شیخ مسجد، لات محل، نمیدونم رئیس قبیله، اینها برای ما تصمیم نگیرن که خیر و شر چی هست، بلکه خودمون فکر بکنیم و تصمیم بگیریم. یکی از دلایلی رو که کانت، مهمترین دلیلی که البته برمی‌شماره برای این خودتحمیلی، در همین جملاتی که خوندیم میگه سقارت ناتوانی در بکار بردن فهم خوده. حالا چرا آدم ناتوانه؟ توضیحی کانت میده که برش میگردونه به یک نوع تنبلی. در جزوه‌ای که ازش صحبت میکنیم بلافاصله بعد از این جملات که نقل کردم مثال میزنه، میگه صغیر بودن خیلی راحته. میگه چه راحت است صغیر بودن. آدم صغیر اینطوری با خودش استدلال میکنه، اگر کتابی داشته باشم، که منظور کتاب مقدسه، که به جای فهمم عمل کند. یعنی من یک کتابی داشته باشم که اون به من بگه این جهان چیه، خورشید چیه، زمین چیه، آسمون چیه، کار درست چیه، کار غلط چیه. من دیگه احتیاج به فکر کردن ندارم، هر چی احتیاج دارم میرم به اون کتاب رجوع میکنم. اگر کشیشی داشته باشم که به جای وجدانم عمل کند، یعنی اون به من بگه اخلاق چیه، خوب چیه، بد چیه. و اگر پزشکی داشته باشم که به من بگوید که چه چیزهایی بخورم و چه چیزهایی نخورم. و همینطور ادامه میده و اینکه در این صورت نیازی ندارم که به خود زحمت دهم، اصلا احتیاجی ندارم که بیاندیشم و الاخر. خب واقعا این گونه است؟ یعنی آیا درسته که ما این سقارت رو برگردونیم صرفا به تنبلی؟ یعنی مثلا ما در ایران میبینیم یک سیستم ولایت وجود داره و این ولایت، این چیزی که بهش میگیم ولایت فقیه، میدونید که از ولایت بر صغیر برخواسته در فقه. یعنی صغیر خردسال وقتی یتیم باشه، اگر پدر بزرگ داشته باشه اون سرپرستی میکنه، اگر این اقوام نباشن یک فقیه محل یا شهر اون سرپرستیش رو بر عهده میگیره. اینو در فقه بهش میگن ولایت فقیه. این ولایت فقیه هست بر صغیر. در اون چیزی که بهش میگیم ولایت فقیه در مفهوم سیاسی این هست که مردم صغیرن، یعنی نادانن، خردسالن، مثل کودک میمونن و اینا باید سرپرستی بشن و
این سرپرستی به حق و عقلانی است و دستور دینه به زعم معتقدان به این دکترین، به این تز. فقط ولایت فقیه در شکل خمینی یا خامنه‌ایش نیست، در گذشته هم سلاطین همین استدلال رو میکردن. یعنی اون چیزی که ما میشناسیم به اسم ولایت فقیه در ایران به هیچ وجه پدیده تازه‌ای نیست، همون پدیده سلطنت استبدادی هست که لباس شریعت رو به تن کرده، وگرنه یعنی اتفاق خاصی نیفتاده. زمان شاهان گذشته همه خودشون رو رهبر خردمند و عاقل میدونستن که بهتر میدونستن خیر و صلاح چیه و مردم رو نادان و سفیه و صغیر تصور میکردن. بنابراین ما در برابر کانت وای میسیم و میگیم که آیا واقعا انسانها خودشون سقارت رو بر خودشون تحمیل کردن؟ انسانها در یک جامعه به دنیا میان و این جامعه پیش از اونها وجود داشته. سخن مشهوری وجود داره از سورن کیرکگور یا به اصطلاح دیگه کیرکگارد، فیلسوف دانمارکی، میگه ما بر زورقی نشسته ایم که پیش از ما به آب افکنده شده است. یعنی ما میایم در این جهان، جهانی که پیش از ما وجود داره، یعنی ما در یک در درون یک سیستم که در اون هیرارشی وجود داره، اقتدار وجود داره، صغیر و وکیل و ولی وجود داره به دنیا میاد و متناسب با اون تربیت میشیم و طبق استانداردهای اون رفتار میکنیم. برخی جاها مرزها رو در هم میشکنیم، برخی جاها تمکین میکنیم. مورد به مورد باید دید علت چه هست. بنابراین درست نیست که ما بگیم خود ما و خود ما تحمیل کردیم. یعنی ما شروعمون در این وضعیت، طبعا وقتی که آگاهی پیدا کنیم ما میبایست بشکنیم مرزها رو، حرکت بکنیم، دگرگونی ایجاد کنیم و این امکانها رو عصر جدید ایجاد میکنه. یعنی بسیار رادیکالتر، بنیادیتر نسبت به دورانهای گذشته. گفتیم که ما در یک سیستم، سیستم ولایت به دنیا میاییم، یعنی یک سیستمی که در اون خود به خود ما رو صغیر میکنند. ما باید این ساختار صغیر کننده رو بشناسیم. ساختار صغیر کننده طبعا سرپرست یا سرپرست هایی داره. یعنی سقارت گفتیم که متناسب با اون چی هست؟ ولایت هست. در این ساختارهای ولایتی دو تا عامل رو همیشه میبینیم وجود داره، یکی سلطانه، شاهه، یکی کاهنه، کشیش، عالم، فقیه، خاخام، انواع اقسام در هر جای یک اسمی دارن. اینا همه جزی از این ساختاری هستن و یه همگنی وجود داره میان ساختارهای ولایتی. من برای اینکه این رو نشون بدم این شکل رو کشیدم، این شکل بیان ساده مسائل. توجه بکنید که به هیچ وجه این ادعا نمی کنم که کل ساختارهای ولایت رو در طول تاریخ توضیح میده. شروع کنیم از بالا بیایم به پایین یا از پایین بریم به بالا. بیایم از پایین حرکت کنیم.
در کانون اون شکلی که کشیدم خانواده رو میبینید، همه صغیرن، اون بالا پدر نشسته. این ساختار ولایتی خانواده یا این ساختار سقارتی ولایتی دقیق تر بگیم، در درون یه ساختار بزرگتری، این بار ولی کیه یا ارباب یا رئیس طایفه است، رئیس قبیله است مثلا. خود این دوباره میاد در داخل یک محدوده بزرگتری قرار میگیره، در رأس این شاه قرار داره، سلطان قرار داره، محتملا خود این دوباره میاد در درون یک سیستم بزرگتری قرار میگیره که بالاش اون شاه شاهان قرار داره، مثلا خلیفه یا شاهنشاه یا هر چیز دیگه. در جایی که ملوک و طوایفی باشه، طوایف مختلف داریم، بعد بالاش یکی قرار داره. در اروپا هم اینطوری بوده، امیرها رو داشتیم و بعد قیصر رو داشتیم. بعد اینا در نظام جهان قرار داره، این کشور به اصطلاح، و در این نظام جهان در اون بالا خدا یا خدایان نشستند. یعنی ما میبینیم که این در دنیای کهن این نظم مقدسی که وجود داره همش بر اساس این هیرارشی سقارت ولایت، یعنی یه ده خرد و بنده و کوچکن و در اون بالا یک نیروی مقتدر قرار داره. و جالب اینجاست که همگنی وجود داره بین در این ساختار اقتدار، در این ساختار اقتدار میبینید که بین پدر با ارباب و رئیس طایفه و شاه و شاهنشاه و خدا و خدایان یک جور همگنی وجود داره. یعنی پدر به نوعی نماینده خدا و خدایان هم میشه در درون خانواده و فرمان اون فرمان خدایگان است. در مورد رئیس طایفه هم همینطور، در مورد شاه، شاهنشاه و خدا. و هر در این مادون، در این پایین، هر کانون اتوریتی خودشو وصل میکنه به اون اتوریتی بالا و بعد میایم تا اون بالای بالا که خدا و خدایان قرار داره. یعنی یک جور همدستی میبینیم بین پدر، ارباب، رئیس طایفه، شاه، شاهنشاه، خدا و خدایان که اینا مجموعه این سیستم ولایت رو تشکیل میدن و بعد اون پایین که این بندگان قرار دارن، تو اون هم یک هیرارشی وجود داره، بردگان و زنان و کودکان و کسانی که به دین و ما تعلق ندارن و یا دین ما خشم ویژه نسبت به اون داره در اون مادون قرار دارن و بعد همینطوری یک هیرارشی وجود داره که خب طبعا در اون بالا ثروت باعث میشه کسانی هی موقعیت بهتری داشته باشن، یعنی موقعیت طبقاتی بهتری داشته باشن. این ساختار ولایت هست در دنیای کهن و اینو ما انتخاب نمی کنیم، ما درش افکنده میشیم. خب ما در همه جای نظم رو ببینیم، یعنی در حوزه بیایم مثل تعلیم و تربیت رو شما در نظر بگیرید، مثلا تو مدرسه کتاب‌های قرون وسطایی رو نگاه کنید، در اونجا وقتی میگن قال الاستاذ یا قال الباقر قال الصادق قال شیخنا یا قال ارسطاطالیس، در واقع به نوعی همین نظم ولایتی رو
بیان میکردن. پیش میاد وقتی تاریخ رو بخونیم که این نظم ها با همدیگه جنگ کنن، یعنی درگیر بشن. و اونجا خیلی جالبه ببینیم همه عناصر با هم دیگه درگیر میشن. مثلا من به صورت واقعا کلیشه‌ای و بسیار ساده بنابر اون تأکیدی که قبلا کردم دوباره یه شکل کشیدم بر اساس همین شکل که میبینید. توجه کنید که ما اینجا چند تا نظم رو داریم، سه تا که با هم در جنگن. وقتی این جنگ میشه شاهنشاه این با شاهنشاه اون نظم، سلطان این با سلطان اون میجنگه و چه بسا خدا یا خدایان این نظم، این سیستم با خدا و خدایان اون سیستم هم میجنگن و همینطور ادامه پیدا میکنه. یعنی جنگ سلطان به نوعی جنگ خدایان میشه یا جنگ خدایان جنگ سلطان ها میشه، ولی اساسش این هست که این بنیاد زمینی و مادی داره. و اینجاست که میفهمیم که پشت بسیاری از مفاهیم تئولوژیک، مفاهیم الهیاتی، مفاهیم آشکار زمینی وجود داره. یعنی وقتی که یک سیستم با سیستم دیگه میجنگه و سیستم یک سیستم دو رو، کسانی که در سیستم دو قرار داره، کافر اعلام میکنه و خونشون باید ریخته بشه و بعد خدایان اونها رو خدایان دروغین اعلام میکنه یا بت اعلام میکنه و باید اون خدایان از بین برن، در واقع ما این همدستی رو میبینیم بین شاهنشاه، بین اون سلطان با اون خدا و اون خدایان. و این کلیشه یک کلیشه غالب هست در طول تاریخ. ما استثناء داریم که مثلا تقابل ایجاد بشه بین شاهنشاه و خدا یا خدایان، استثناءات که خیلی هم میتونیم بر بشماریم، ولی اون چیزی که غالب داریم این همگنیه بین نظم پدر سالار، نظم سلطان سالار و نظم خدا سالار. اینها با همدیگه همگن هست. در ستیز ها هم اتفاقا بهتر ما این همگنی رو میبینیم. این نظم رو تمام اخلاق، رفتار، ادبیات، فرهنگ تأثیر میگذاره. نظام اتوریته محوره، یعنی نظم بر اساس ولایتیه. ادب و اخلاق چی میشه؟ یعنی ولایت پذیریه، یعنی پذیرش صغارت خوده. و انحراف یعنی چی؟ انحراف یعنی ولایت گریزی، یعنی کافیه شما طغیان کنید، مخالفت کنید با یکی از این سرپرستان، یعنی با پدر، با رئیس قوم، رئیس قبیله، امیر، سلطان یا خدا. به هر حال منحرف هستید. چرا؟ چون از حیطه ولایت خارج میشید. این نظم دنیای کهنه. طبعا دوستان بپذیرید که یک دوره تاریخی بسیار طولانی رو خیلی سخت خلاصه کردم. تأکید میکنم این شکلهایی که من کشیدم بسیار ساده کننده است. واقعیت بسیار پیچیده تره، واقعیت بسیار متنوع تره، ولی این خطوط رو میشه دید درش. یعنی ولایت محوری، همگنی بین اتوریته ها، اینا ما در طول تاریخ به عنوان قاعده میبینیم. استثناء ناهمگنیه، استثناء هست که زاویه وجود داشته باشه که مورد به مورد باید ببینیم چه هست.
کانت گفتیم که اول گفتیم در تعبیر ساده به نظر میاد که کانت به تنبلی برمیگردونه. این توضیحی که ما دادیم فکر میکنم روشن کنه که قضیه به این سادگی نیست. کانت هم آدم ساده نیست. کانت سخنش یک وجه انتقادی داره، یعنی میگه که شهامت داشته باشید، فکر کنید، شعور داشته باشید، آگاه بشید و از این نظم ولایت خارج بشید. این دعوتی بود که کانت کرد و چون این دعوتی ما تأثیرات بعدیش رو دیدیم. درست چند سال بعد، البته نه به دلیل سخن کانت بلکه به دلیل این جریان، میبینیم اون ور آلمان در فرانسه انقلاب کبیر رخ میده و این شورش علیه نظم کهن شروع میشه. این رویکرد روشنگری که ما با کانت مثالش زدیم یه دفعه شروع نشد، بلکه زمینه داشته. ما از اواخر حتی قرن 13 14 ما میبینیم که شروع میشه این رویکرد انتقادی. از یه طرف عقلگرایی رو داریم، از یه طرف تجربه گرایی رو داریم. در آثار بسیاری میبینیم که شک و تردید ایجاد میشه نسبت به دوگم ها، احکام جزمی مذهبی. نزاهای مذهبی رو میبینیم اندیشمندان بیهوده اعلام میکنن و معتقدن اینا توهی از حقیقت هستند. نقد مذهب شروع میشه که نقد مذهب به معنی این نیست که بی دین میشن یا بی خدا میشن، از دین مشخص فاصله میگیرن و این گرایش در فیلسوفان پدید میاد که به دنبال خدایی باشن ورای این داستان ها، ورای این ستیز ها و این خرافات، و ما یک جور خداپرستی عقلانی رو میبینیم که دئیزم بهش میگن. بعد در از همون پایان قرون وسطا ما میبینیم که توجه به عقل و تجربه که زیاد میشه، معیارهایی هم طرح میشه برای اینکه چه بحثی خوبه، چه موضوعی خوبه، چه دانشی خوبه، و توجه میشه به مفید بودن و کارایی داشتن. توجه میشه که چه چیزی برای انسان خوبه. انسان به عنوان غایت، به عنوان هدف بهش نگاه میشه. جنبش فکری، منشی، بینشی، فرهنگی و حتی میتونیم بگیم هنری ایجاد میشه که بهش میگیم اومانیزم، یعنی انسانگرایی. نقد سنت شروع میشه. بعد توجه میشه که قرار نیست و اینگونه نیست که ما باید هر کاری پدرانمون کردن ما هم همون کارو بکنیم. میفهمن که میشه تأسیس کرد، میشه ایجاد کرد، میشه شروع دوباره داشت. همین ایده تأسیس باعث میشه که فلسفه سیاسی جدید پدید بیاد. در آثاری مثل اندیشمندانی مثل ژان بودن، توماس هابس، که محور فکرشون تأسیس. در صورتی که پیش از اینها ما نمونه افلاطون اینا رو بذاریم کنار، موضوع تأسیس مطرح نیست، موضوع شروع تازه مطرح نیست. موضوع این هست که ما چگونه بر سنت ادامه بدیم و این سنت رو به اون چیزی که مثلا در کتاب مقدس آمده نزدیک بکنیم. یکی از مشخصه های آغاز عصر جدید
اینه که جهان بزرگ میشه. داره جهان قبلی خیلی جهان محدودی بود، انسان ها بسیار کم سفر میکردن، نمیدونستن ورای این آسمون چی میگذره، اون ور ده یا شهر خودشونو به ندرت میشناختن و با چشم غیر مسلح به اصطلاح این حرکات منظم ستاره ها رو میدیدن، در طول تاریخ هم ثبت کرده بودن اینها رو، ولی در مجموع جهان محدود بود. در عصر جدید ما یه دفعه این گسترش افق دید رو داریم، اون هم این گسترش افق دید یکی از چهره هایی که حتما میشناسید که به ما کمک کرد گالیله است. در گذشته به سال 1642، متولد 1564، یعنی حدود نیمی از عمر در قرن 16 است و نیمی در قرن 17. گالیله رو با این تز میشناسیم که زمین به دور خورشید میچرخه، با این اندیشه، با این باور که این جمله مشهور و که به خاطرش محاکمه میشه، محاکمش مشهوره و بعد اون داستانی رو که تعریف میکنن که چگونه با شست پاش روی زمین میکشه که زمین همچنان میچرخه به دور خورشید، اگرچه من مجبورم اعتراف بکنم، مثل اعتراف های تلویزیونی جمهوری اسلام. پیشتاز برای این کشف گالیله، توجه بکنید، کشف عینک‌سازهای هلندیه که در حدود سال 1600، یعنی اواخر قرن 16 اوایل قرن 17، فهمیدن چند تا عدسی رو رو هم دیگه بگذارن خیلی درشت نمایی بیشتری دارن و از این کشف گالیله استفاده کرد و اولین رصدخانه رو که دارای تلسکوپ بود ساخت و یک دفعه یک جهان با این تلسکوپ بزرگ شد، چون پهنه دید گسترش یافت. دیگه این پایان اون اندیشه قدیم بود که جهان به جهان تحت القمر، یعنی جهان زیر ما و جهان بالای قمر، فوق القمر تقسیم می شود و بعد این هفت طبقه آسمان که در کتاب های دینی آمده بود و این باور وجود داشت. تموم شد، با این رصدخانه همه چیز به هم میخوره. اون دریافت که راه شیری از تعداد بیشماری ستاره تشکیل شده و اینکه خورشید تعدادی سیاره داره، برخی از این سیاره ها دارای ماه هستند و مهمتر از همه این که زمین به دور خورشید میچرخه. البته پیش از اون کوپرنیکوس و تیکو براهه در این مورد نظر داده بودن. یه اتفاق مهم دیگه هم میفته در اون دوران که جالبه بدونیم در مورد گالیله. گالیله جز اولین دانشمندانی هست که کتابش رو به لاتین نمی نویسه. لاتین اون موقع زبان به اصطلاح دانشمندان و کشیشان بود و همه کتاباشون رو به زبان لاتین می نوشتن، با اینکه با این زبان کسی صحبت نمی کرد. مثل قرون وسطای ما که بسیاری از کتاب ها به عربی نوشته می شود، مثل کتاب های ابن سینا. وقتی که مثلا ابن سینا دانشنامه رو می نویسه، این رو به تقاضای علاءالدوله می نویسه، چون گویا سلطان نمی فهمیده عربی و به این خاطر که اون بفهمه یا اطرافیان اون یا دوستانش یا به هر حال به خواهش عده ای از جمله علاءالدوله این دانشنامه رو به فارسی می نویسه، وگرنه اساسا اینه که اینو به عربی می نویسه. گالیله میاد
به ایتالیایی می نویسه و در جایی از این کتاب میگه، به این جمله توجه کنید، میگه هر کس باید بتواند کتاب مرا بخواند، نه اینکه فقط کتاب در انحصار کشیش باشه. و اضافه میکنه همه دارای فهم و شعور هستند و میتوانند طبیعت را درک کنند. تا اون موقع فهم و شعور اختصاص به کسانی داشت که متخصص کتاب آسمانی بودند و اینا در کلیساها به لاتین میخوندن و مردم مسرور میشدن که این جملات چی هست و پشت این عبارات عجیب غریب چه رازی نهفته است. این کاری است که با زبان عربی در اسواجد جایی مثل ایران میکرد. گالیله با کشف خودش واقعا اون نظم آسمانی رو به هم زد، ولی ادامه پیدا کرد. شما نگاه کنید، من اسم میبرم، چند نمونه رو یادداشت کردم بهتون بگم. 1590، 10 سال مونده به آغاز قرن 17، میکروسکوپ کشف میشه. 1610 تلسکوپ. 1611 کشف گردش خون صورت میگیره. 1643 فشارسنج جیوه‌ای اختراع میشه. 1657 ساعت پاندولی که اجازه میده دقیق اندازه بگیرن زمان رو اختراع میشه. 1666 قانون جاذبه فرموله میشه. 1718 اول فشارسنج جیوه‌ای، 1643 و 1718 دماسنج جیوه‌ای رو اختراع میکنه. 1766 هیدروژن کشف میشه و 1771 اکسیژن. میبینید که همه اینا، هر کدوم از اینا دنیا رو به هم میریزه و اون نظم رو به هم میریزه و دیگه اون اتوریته های فکری و معنوی که قبلا وجود داشت دیگه نمیتونن به چراها جواب بدن و دگرگونی اساسی ایجاد میشه در روی کرد، در فکر، در منش. این دگرگونی اساسی رو بهتر از همه میتونیم در نمونه رنه دکارت بشناسیم. رنه دکارت یک فیلسوف عالی قدر فرانسویه، 1596 به دنیا آمده، 1650 در گذشته و به احتمال زیاد به دست کلیسا به قطر رسیده. کتاب‌های مختلفی داره، اگر فرصت کردید واقعا توصیه میکنم، یعنی توصیه میکنم حتما این گفتار در روش دکارت رو بخونید، خیلی مهمه. این گفتار در روش رو محمد علی فروغی ترجمه کرده و راحت میتونید پیدا کنید. در کتابی هست به اسم سیر حکمت در اروپا که این سیر حکمت در اروپا اولین تاریخ فلسفی غربی هست که یک ایرانی در عصر جدید نوشته به قلم محمد علی فروغی و این یک زمیمه داره جلد یکمش که این رساله مشهور گفتار در روش. کتاب دیگه هم داره به اسم اصول فلسفه که مشابهت هایی داره با بخشایش با اون چیزی که در گفتار در روش میاد. در گفتار در روش دکارت یک پوزیسیونی رو میگیره که بهش گفته میشه شک یا شک دستوری و این بر اساس
نقد پیش داوری هاست. ما یک نمونه رو داریم در نقد پیش داوری ها. اگر به کتاب مشهور کلیله و دمنه رجوع بکنید، یک باب داره، ترجمه فارسیش البته، به اسم باب برزوه طبیب، که در اون برزوه طبیب شرح میده که ابتدا خیلی به دین علاقمند بوده، به مسائل دینی خیلی کنجکاو بوده و میره پیش کاهنان، علما، ارباب دین که بفهمه حقیقت دین چیه، و میره پلو اونا و از اونا فقط دشنام میشنوه، یک سری احکام جزمی، و بعد فوش میدن به دین همسایه و میره پلوی اون دین همسایه، ببینه اینا به اینا فوش میدن و همینا رو میشنوه و دچار شک میشه و تصمیم میگیره که به هیچ کدوم از این حرفا باور نکنه. دکارت هم شرح میده، میگه که من دیدم چقدر پیش داوری وجود داره و به این گفتم هر چیزی رو که قابل شک باشه میذارم کنار، این جزء یقین علم نیست، میذارمش کنار. یک جایی هست میگه که حتی به چشم خودم هم باور ندارم، چون چشم منم خطا میکنه، حتی این چیزهای حسی رو هم میذارم کنار، و همینطوری شک میکنه، شک میکنه، شک میکنه، تا اینکه برسه به اون بنیادهای عقلانی و بعد دوباره از اون روی اون بسازه و پیش بیاد که شناخت قابل اتکایی از جهان داشته باشه. این رویکرد یکی از شاخصهای رویکرد عقلگرایی هست در آغاز عصر جدید. متد خودش رو در چهار اصل خلاصه میکنه در این کتاب مشهور گفتار در روش، خیلی مهمه. این میگه که یک، هیچ چیزی را نباید حقیقت پنداشت مگر آنکه حقیقت آن بدیهی باشد. یعنی خودش آشکارا نشون بده که من حقیقتم. ما در زندگی کمتر به یک چیز سادهی بدیهی بر میخوریم که خودشو آشکارا نشون بده که حقیقت هست یا دروغه. همیشه راست و دروغ به هم تنیده شدن و یک کمپلکسی همیشه ایجاد شده وقتی که میخوایم یک مسئله رو حل بکنیم. کانت، رنه دکارت به ما توصیه میکنه که در این حالت که با یک کمپلکس مواجه هستید، موضوع رو آنالیز بکنید، یعنی تجزیهش بکنید، یعنی پیچیده رو تبدیل کنید به ساده. این گام دومه. بعد اینجا به یک مجموعه داده ها میرسید و مسائل میرسید، بعد به اینا یک نظم بدید. اونجا میفهمید که آها، من از اینجا باید شروع کنم، به این مسئله جواب بدم، بعد اینطوری برم، بعد اینطوری برم تا پاسخ موضوع رو پیدا کنم. گام بعد، یعنی گام آخر، میگه که خب ما آنالیز که کردیم، فانتزم که کردیم، یعنی با هم ترکیبم که کردیم، ممکنه برخی چیزا جا بیفته، لازمه یه بار دیگه هم کنترل کنیم که مبادا یک چیزی فروگذار کرده باشیم. میبینید به این میگن روی کرده عصر جدید. این کاملا فرق میکنه اون چیزی با اون چیزهایی که ما در نوشته های قرون وسطایی، چه فلسفی، چه مذهبی، عرفانی میدیدیم.
اینجا ما با یک عقل تحلیلگر، پرسشگر، شکاک مواجه هستیم. این مشخصه عصر جدیده. از این نظر دوستان توصیه میکنم حتما گفتار در روش رو بخونید. این اثر بسیار شیرین و جذاب، زبان بسیار ساده ای داره. مهم آشنا شدن با روح این عصر جدید. خب در همون آغاز عصر جدید در اروپا ما میبینیم مثل جنگ های مذهبی در میگیره، بعد انشعاب بزرگ صورت میگیره در کلیسا، یعنی رفورماسیون، قیام لوتر، آمدن کسایی مثل جان کالوین و دیگرون و پایان یافتن به این اقتدار عظیم دستگاه کاتولیکی. جنگ های مذهبی در میگیره بین پروتستان ها و کاتولیک ها، مشهور به جنگ های 30 ساله از 1618 تا 1648 ما این جنگ ها رو داریم. بعد این نظم کهن به هم میخوره، شک ایجاد میشه در مورد عقلانیت نظام های حاکم. در همون دوران ما ببینیم این طبقه باسواد شهری در حال رشده، شهرنشینی در حال رشده، صنعت در حال رشده، بنگاه های اقتصادی جدید رشده، نظام فئودالی، نظام که بنیاد اون نظام کهن رو تشکیل میده در هم میشکنه. در واقع طبقه برمیخیزه که بهش میگیم بورژوازی. گفتیم جلسه قبل ریشه لغت بورژوازی رو بررسی کردیم یعنی چی. در شهرها سالن‌های بحث ایجاد میشه و یک منش دیگه و یک جدایی صورت میگیره بین کار دین از کار دانش. دیگه کار پزشکی از کار جنگیری جدا میشه. بعد یک جدایی صورت میگیره به تدریج از کار دین با از دولت و دین به تدریج اون مرجعیت خودشو برای تعیین سبک زندگی از دست میده. در این تحولاتی که رخ میده که دین رو به نظر میاد داره به حاشیه رونده میشه، دولت ها برخورد دوگانه میکنن. گاهی به عنوان رقیب نگاه میکنن به اون کانون کلیسایی، اون علما، اون کاهنا، کوشش میکنن اینو پس بزنن، یا اینکه نیروی رو در اون تقویت کنن و نیروی رو تضعیف کنن برای اینکه کل دستگاه دین رو به عنوان یک دستگاه ایدئولوژیک در خدمت خودشون قرار بدن. این تمام عصر جدید این شاهد این برخورد دوگانه دولت ها هستیم و تا امروز هم ادامه داریم. در همون دوران ما از همون آغاز عصر جدید این روند انتقاد به دین بالا میگیره، در قرن 19 به ویژه گسترش پیدا میکنه، به طوری که در حدود نیمه قرن 19 همه که مارکس، کارل مارکس، مارکس جوان این جمله مشهور رو می نویسه که انتقاد به دین مقدمه هر انتقادی است. یعنی برای نقد سیاسی، نقد فلاکت، نقد وضعیت، نقد از خود بیگانگی، از همه این چیزهایی رو که ما در جامعه میبینیم که بعد ازش انتقاد کنیم میبایست از نقد دین شروع بکنیم. این لغت نقد رو هم بهش توجه بکنید. همراه با روشنگری که میاد و اون قدرتی رو میده و توانایی رو میده به اون علامت سوال که در ابتدای گفتار بهش اشاره کردم،
منشی رو ایجاد میکنه به اسم منش انتقادی، و لغت انتقاد به یکی از محبوب ترین لغت ها تبدیل میشه. یعنی شما بیایید قرن 18 اول قرن 19 رو نگاه کنید، انبوه کتاب وجود داره که با لغت کریتیک شروع میشه. مثلا سه تا کتاب اصلی کانت اسمشون چیه؟ کریتیک در راین فرنوفت، نقد عقل ناب، یا به ترجمه فارسی بسیار زیبا سنجش خرد ناب، یعنی سنجش میکنه، نقد میکنه، بررسی نقاداره میکنه. نقد خرد عملی داره و نقد قوه قضاوت داره. و همینطوری میاد کتاب کاپیتال مارکس، عنوان فرعی کتاب کاپیتال مارکس هست نقد اقتصاد سیاسی. کتاب دیگهش اسمش هست مقدمه بر نقد اقتصاد سیاسی. همینطوری انبوه کتاب وجود داره که در تیترشون میاد لغت نقد. در ایران تازه در اوایل جنبش مشروطیت هست که لغت نقد وارد میشه، و اول هم این لغتی که ما الان به کار میبریم نقد یا انتقاد وجود داشته در زبان عربی، بعد فارسی هم استفاده میکردن، ولی نه به معنی که امروزه ما استفاده میکنیم. اول وقتی ترجمه شد کریتیک یعنی به معنی نقد رو ترجمه کردن کریتیکا، و بعد به تدریج به جای لغت قریتیکا لغت نقد وارد شد. یعنی و ابتدا میمار توضیح میدادن که نقد یعنی چی. در عواست قرن 19 هم به ویژه این تصور وجود داشت که با این نقد کار دین تمومه و دین زوال پیدا خواهد کرد. این تصور وجود داشت که با پیشرفت علم و این نقدهایی که صورت میگیره دیگه نیازی به دین نیست. آتئیزم، ماتریالیزم، این دیدگاه ها و پوزیتیویزم اینا در حال گسترش بوده. در این بحث ها یک لغت وارد میشه که در قرن 19 زیاد کاربرد نداره ولی در قرن 20 به تدریج کاربرد پیدا میکنه، اون هم لغت سکولاریسم است. اولین کسی که این لغت رو وضع میکنه جورج یاکوب هولیوک هست که عکسش رو میبینید. این هولیوک کتابی داره به اسم که ترجمه نشده به فارسی Principles of Secularism که آدرسش رو دادم بهتون که چگونه در اینترنت پیدا کنید. انگلیسی نسبتا ساده ای هست، البته کتاب خوندنش سخته چون این تصویر برداری کردن از همون چاپ دوم یا سوم توی قرن 19 هم. ولی به هر حال تلاش کنید میتونید بخونیدش. این هولیوک، جورج یاکوب هولیوک 1906 درگذشته، اون اومانیست بوده، سوسیالیست بوده، از چهره های جنبش کارگری و نهضت تعاونی در انگلیس بوده، و در این جزوه 30-40 صفحه‌ای که بخونید میبینید که از همون صفحات آغاز میبینید که انگیزه اصلی هولیوک عدالت، صلح اجتماعی و عقلانیت برای سامان دادن به جامعه. در همون آغاز کتاب، در آغاز این جزوه میگه که ستیز بر سر مفاهیم الهیات بیهوده است. یعنی ننشینیم خودمون رو مشغول کنیم به این که حق با کیه، حق با کدوم مذهبه، حق با مذهب هست یا لا مذهب. میگه این ستیزها رو بذاریم کنار،
بگرویم به آزاداندیشی و این آزاداندیشی مخالفت با جزمیت کتابیه و آزاداندیش کسی است که حقیقت رو دنبال میکنه. آزاداندیش میاد حقیقت رو دنبال میکنه و کاری به اون نداره که نتیجه یک استدلال همخوان با کتاب مقدس هست یا نیست. این نظری است که هولیوک در مورد آزاداندیش میده. در کتابش صحبت میکنه در مورد مترادف های سکولاریزم، از گیتی گروی، از طبیعت گروی و از اخلاق گروی صحبت میکنه. یعنی توجه بکنید که خودش سکولاریزم رو چگونه تعریف میکنه. تأکید میکنه که هدف سکولاریزم خدمت به بشره، مفیدیته و وظیفه ای رو که برای یک انسان سکولار برمی‌شموره کمک به دیگرونه. هولیوک میگه که سکولاریسم اساساً برای کسانی هست که، یعنی دیدگاهی است که معرفی میکنه برای کسانی که مفاهیم الهیاتی رو یا مبهم میدونن یا بی‌معنا. و تصور قرن 19 هولیوک این هست که سکولاریسم میاد جای تئولوژی رو میگیره. در کتاب هولیوک رو اگر ببینیم، این ارتباط دید سکولاریستی قرن 19 رو متوجه میشیم با پوزیتیویسم، با ایده پیشرفت، یک اعتقادی به علم و دانش و این تصور که این پیشرفت وجود خواهد داشت و بسیاری از مسائل حل خواهد شد. یک سری شاخص ها برمی‌شماره برای یک اخلاق سکولاریستی. تأکید میکنه بر صداقت، تأکید میکنه بر حقیقت جویی، تأکید میکنه بر تفکر انتقادی، تأکید میکنه بر آزادی بیان، آزادی عقیده. این نکاتی هست مطرح در کتاب اصول سکولاریسم جورج یعقوب هولیوک که گفته شد هولیوک کسی است که برای نخستین بار این اصطلاح، این لغت سکولاریسم رو به کار برد. نباید تصور بکنیم که جورج هولیوک یه مکتبی تأسیس کرده و پیروانی یافته و هر کس سکولار هست یا سکولار خونده میشه متأثر از کتاب های هولیوک هست، یعنی مثلا متأثر از پرینسیپلز آف سکولاریزم جورج یعقوب هولیوک هست. نه، از هولیوک ما نام بردیم در این جلسه. خب منهای اهمیت تاریخیش که اینکه بفهمیم که لغت سکولاریسم در کجا آمده، برای اینکه یک فضا رو آشنا بشیم، به یک بینشی رو آشنا بشیم که در متن چه تفکری این لغت وضع شده. شما آثار هولیوک رو ببینید، بخونید، تأکید اساسی هست روی صلح، تأکید هست روی عدالت، تأکید اساسی است روی
پیشرفت، کمک به یک دیگه و اصلا صحبت از اینکه ما مذهب ها رو دین ها رو میخوایم از بین ببریم و جلوی آزادی عقیده رو احیانا چنین صحبت هایی نیست. صحبت سر این هست که میخوایم اخلاق، عدالت حاکم باشه، ما علاقه به این ستیزهای دینی نداریم، این ستیزهای دینی شکاف ایجاد کرده بین انسانها، باعث بروز خشونت شده، جلوی همزیستی انسانها رو گرفته. هر کس اعتقادش رو برای خودش داشته باشه، در جامعه که ما میاییم میبایست یک فضای همبستگی، دوستی، کمک به یک دیگه و رعایت عدالت و خدمت به یکدیگر رو داشته باشه. این ایده ای هست که وجود داره و از این نظر خیلی مهمه توجه بهش که در چه کنتکستی، در چه زمینه این مطرح شده. خیلی جالبه که هولیوک رو به عنوان یک نمونه یک تفکر سکولار در یک عصر سکولار در نظر بگیریم، با تاکیدهایی که میکنه روی آزاداندیشی، تفکر انتقادی و اخلاق گرایی. عصر جدید منتقدهای خودش رو هم داره. ما در این جلسه خیلی در مورد عصر جدید صحبت کردیم، از جمله این انتقاد میشه که عصر جدید باعث از خود بیگانگی انسان ها میشه، عصر جدید این گول تکنیک رو از شیشه رها میکنه و این تکنیک باعث خشونت میشه، باعث سردی جهان میشه و جهان ما جهان سردی هست. همین انتقادهای میشه که برخی از جانب کسانی هست معتقد به روشنگری، معتقد به عدالت، دیدگاه های کنزرواتیو محافظه‌کار رو داریم و دیدگاه های گذشته‌گرا رو داریم در انتقاد بر عصر جدید، بر مدرنیته. مثلا ایدولوژی حاکم بر جامعه ما این دستگاه حکومتی ولایت فقیه، پوزیسیون رسمیشون انتقاد از مدرنیته است، انتقاد از عصر جدیده و این انتقاد هم که میکنن به اسم اخلاق میکنن، ولی خب برید ببینید که چه وضعیتی رو ایجاد کردن. مخالفتی که از کمپ مذهب، از جانب مذهب میشه با سکولاریسم، باید ببینیم که از چه زاویه هست. از زاویه اینه که عصر سکولار رو مورد انتقاد قرار میدن، یا اینکه از زاویه رابطه دین و دولت هست. برخی ها هر دو رو در نظر میگیرن، یعنی اگر ما دیدگاه ایدولوژی حاکم رو در نظر بگیریم، در حاکم بر ایران رو، به نظر میاد که اینها از عصر سکولار، از این عصری که با چرا مشخصش کردیم، با انتقاد مشخصش کردیم، با آزاداندیشی مشخصش کردیم، نسبت به این عصر انتقاد دارن و تصور میکنن که احیانا دین با دولت در بیامیزد میتوانند وضعیت رو دگرگون کنن و اون جامعه خودشون رو، آرمانی خودشون رو پی بریزند. انتقادهاشون به عصر جدید این هست که این عصر درش اخلاق وجود نداره، عدالت وجود نداره و ایمان وجود نداره و
حتی مدعیان که استثمار بالاست و ادعا میکنن که میخوان به همه اینها پایان بدن. به این خاطر که مدعیان به ابزار دولت احتیاج دارن که دین با دولت ترکیب بشه و جامعه رو هدایت کنه و از این به اصطلاح سید قطب از این جاهلیت قرن بیستم از این جاهلیت درش بیارن. خب نتیجهش رو الان میبینیم که تا چه حد در آوردن. یعنی جامعه ایران از نظر انباشت رذایلی که درش وجود داره که بی نظیر در طول تاریخی که حداقل در حافظه نسل‌های معاصر می گنجه بهترین سند هست برای اینکه اینها چقدر دستاورد داشتن و چه فوایدی داره این ترکیب دین و دولت. این وضعیتیه که وجود داره و نقد این وضعیت ما رو باید تا اونجا پیش ببره که به نقد بنیادهای فکری برسیم، به نقد اساس سیستم برسیم. و از این نظر هست که بحث سکولاریسم برای ما مطرح است، چون میخواییم به بنیادهای این اندیشه برسیم و سیستم رو بهتر بشناسیم و اینکه ببینیم چه آلترناتیوی میشه در برابر اون گذاشت. از توجه شما بسیار سپاسگزارم.